مهندس علیرضا الفت، کارشناس اقتصاد و حوزه شبکه و ارتباطات از تهران با ما همراه هستند. آقای مهندس سلام عرض ادب. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم. بزرگ در خدمتتون. سلامت باشین. آقای مهندس، با هم گزارش رو دیدیم در رابطه با افزایش تورم قیمت مواد غذایی در دنیا و به خطر افتادن امنیت غذایی در سطح جهانی، طبق گزارش بانک جهانی چه نظری دارین؟ بفرمایید. ببینید، اصولا اتفاق خاصی در دنیا نیفتاده که بحث تولید مواد غذایی یا حالا محصولاتی که برای دست مردم میرسه تغییر بکنه. معمولا قیمت جهانی مواد غذایی خیلی وابسته هستش به اقتصاد کشورها. کشورهای مثل آرژانتین، مثل لبنان، مثل فلسطین، مثل ایران، اونایی که دارن و ونزوئلا، اونایی که دارن تورم بالایی رو تجربه میکنن، ضروری ترین بخش هزینه کرد خانوار مواد غذایی هستش و بازار نسبت به این واکنش نشون میده و اون چیزهایی که مردم از سبد خارج میکنن دچار تورم کمتری میشه، مواد غذایی معمولا دچار تورم بالاتری میشه و اگر دولت ها و حکومت ها در این زمینه ورود نکنن، معمولا بازارهای سیاهی که حالا توی تاریخ های گذشته هم اگر تو تاریخ اروپا ما این روش به مراجعه بکنیم، می‌بینیم بازار سیاه مواد غذایی بسیار بازار کشنده‌ای بوده برای مردم. الان خب دولت‌ها ورود می‌کنن و جلوی اینو می‌گیرن، ولی همچنان دلیل اصلی که اینها رو در روش تاثیر می‌ذاره اقتصاد متزلزل و نارومی‌هایی هستش که داره اتفاق می‌افته. بله، راهکار مقابله با فقر شدید، گرسنگی و سوء تغذیه ناشی از قیمت بالای مواد غذایی به نظر شما چیه؟ بفهم. بله، فرق شدید سوی تغذیه اینا خب مباحث گسترده هستش، اما اینو فقط ما جمعش کنیم در حوزه اقتصاد بهش نگاه بکنیم. ببینید، دو تا راهکار بلند مدت و کوتاه مدت داره. الان نارمیه که اتفاق افتاده، مثلا ما جنگ روسیه علیه اوکراین رو داشتیم، خب این تأثیر زیادی گذاشتش رو بالا رفتن مواد غذایی و ایجاد ناامنی در جهان، ها تو اروپا، تو آسیا. اوکراین به انبار غله به عبارتی جهان معروف بودش، اون یه مقداری اوضاعش آروم گرفتش، مسائل خاورمیانه پیش اومد، به بحث به عبارتی کمبود امنیت و کم شدن امنیت تو خلیج فارس خودش رو نشون داد. در این حال اتفاقات دیگه‌ای هم در دنیا داره شکل میگیره که ناشی از باز اقدامات برخی از کشورهای خاورمیانه یا صریح‌تر بگم خب کشور خودمون هستش در دنیا و ایجاد ناامنی توی اقتصاد کشورهای دیگه و همینطور به صورت سیاسی. اینها باعث میشه که اولین بازاری که واکنش نشون میده نسبت به این موضوع بازار مواد غذایی هستش. اون احساسی که شکل میگیره که ممکنه اتفاقی بیفته و این مسئله منجر به عبارتی به گرسنگی بشه. خب راهکار این ایجاد امنیت در دنیاست، دوری از جنگ طلبی، گوش کردن به توصیه اقتصاددان‌ها در علل خصوص بانک جهانی هستش و خب سازمان فاو هم که اولا نظارگر هستش تو این، سیاست‌گذار خاصی نیستش و مجموعاً این رو اگر بخوام جمع‌بندی بکنیم برمیگرده به آرام بودن اقتصاد و ثبات اقتصادی در دنیا و این میتونه فرصت رو هم بده به کسانی که نگرانی دارن نسبت به فقر و سوء تغذیه در دنیا، سرمایه‌شون رو حالا یا به صورت خیریه یا به صورت سرمایه‌گذاری در حوزه تولیدات مواد غذایی تو اون کشورهایی که لازم هستش ببرن و مستقر بکنن. یعنی که مجموعاً برمیگرده به ثبات اقتصادی در دنیا. بله، آقای الفت، وضعیت ایران هم در این گزارش‌ها به کشورهایی چون سورینام، مالاوی و موزامبیک نزدیک شده. دلیل این رخداد چیه؟ ببخشید. ببینید، همون چیز که عرض کردم خدمتتون وجود داره. خب در مورد ایران به عینه شاهد هستیم که ما اتفاقات بسیار بدی افتاده. خب ما افزایش قیمت دلار رو داشتیم در صورتی که انتظار داشتیم مثلا خیار یا نان یا برنج نسبت به این افزایش قیمت دلار واکنش نشون ندن. خیلی از مواد غذایی ما داره با ارز ترجیحی وارد میشه، ولی آنچه که بازار نسبت بهش واکنش نشون میده، اون چیزی خدمتتون عرض کردم اقتصاد هستش. می اگر فرض کنید الان بریم در مورد لاکچری بگیریم، مثال بزنیم، اگر پسته رو 10 دلار در بازار جهانی می‌خرن، من هم قیمت ارزمو در ایران بر اساس 10 دلار می‌ذارم، اگر گندم، اگر برنج یا هر مورد دیگه‌ای. خب یک
بخش تورم مواد غذایی در ایران این هستش. حالا اگر 41% هم آمار داده شده، شاید آمار درستی نباشه. ما به عینه شاهد هستیم که این تورم مواد غذایی نسبت به درآمد مردم یا نسبت به افزایش حقوق شاید یه چیزی نزدیک 200-300% باشه، اون چیزی که در سال گذشته اون رو شاهد بودیم. در بعضی از موارد حالا مثلا 20-30% بوده، در موارد به 200-300% رسیده. واسه یکیش قیمت خب ارزه، اینی که قیمت ارز رفته بالا و در اینجا مواد غذایی هم به نسبت ارز خودشون رو تنظیم کردن، ضمن اینکه افزایش درآمدهایش تناسبی نداشته. اگر مثلا این 20% رفته بالا، اون 25% رفته بالا، فاصله این تو تورم مواد غذایی و قدرت خرید مواد غذایی مردم کاملا حس شده. ما یه تورم پنهانی هم داخل ایران داریم. حالا مواد غذایی دارن نمیبرن بالا، مقدارش رو کم میکنن. از بسته شیر فرض کنید شما 10 گرم کم میکنن از توی پاکت شیر، و این تورم پنهان تاثیر بدتری داره روی ذهنیت مردم، چون احساس میکنم مواد غذایی که با این قیمت ما میخریدیم و قبلا کمتر بوده و قبلا مثلا حجم بیشتری بوده الان کمتر شده، اینه که باز یه تاثیر روانی میذاره. این تو تولید کننده های کوچک مواد غذایی باعث میشه اونها مواد غذاییشون رو قیمت چه برن بالا، اون احساس ناامنیه رو در سمت خودشون احساس کنن که فلان تولید کننده بزرگ این اقدام رو کردش برای اینکه به عبارتی قیمت رو افزایش نده. ضمن اینکه ما یه افسار گسیختگی ناشی از حاکمیت بد رو هم تو ایران داریم. عرض کردم اون 41% عدد واقعی نیستش و یک عدد بسیار بسیار تعدیل شده است، و حاکمیت بد ما این افسار گسیختگی رو به شدت ایجاد کرده. ما الان حقوق کارگران رو یا مواد اولیه رو میبینیم که هر 6 ماه یه بار یا مثلا 1 سال یه بار افزایش پیدا میکنه، ولی عملا در مواد غذایی در همین امسال من فکر کنم 3 بار افزایش قیمت داشتیم. پس یک مورد دیگه مونم حاکمیت بدمونه، و این رو هم من خدمت رو عرض بکنم، دنیا داره میره به سمت کاهش سرمایه گذاری در حوزه‌های زیرساختی. همه دنبال متاورس دارن میرن، دنبال ترید کردن میرن، دنبال رمزرز دارن میرن، و این باعث شده که درآمدهای آسان از اون درآمدهایی که یه مقداری توان بیشتری میخواد بسش گذاشته بشه جذابتر بشه و سرمایه گذاره اون سمت برن. بنابراین ما انتظار خواهیم داشت که این روند فزاینده با تغییر ذائقه اقتصادی سرمایه گذاران اتفاق بیفته، و راهکارش هم جلوگیری از این اقدامات گردش پول و ایجاد به عبارتی جذابیت های سرمایه گذاری در حوزه های هستش که واقعا ارزش افزوده اقتصادی ایجاد نمی کنند. و این رو بپذیریم که در دنیای متاورس غذایی که ما میخوریم از ترید کردن و از پشت کامپیوترها و دنیای اطلاعات به دست نمیاد، بلکه از توی مزارع به دست میاد و به دست افراد. بله، تشکر میکنم از همراهیتون. مهندس علیرضا الفت، کارشناس اقتصاد و حوزه شبکه و ارتباطات، از تهران با ما همراه بودند.